آقای مظاهر رئیس‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی از آنکارا با ما همراه هستند. آقای رئیس‌زاده سلام، خوش آمدید به اخبار شیعه. بسم الله الرحمن الرحیم، با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد، تقدیم وقت بخیر خدمت شما. آقای رئیس‌زاده، گزارش‌های اخیر از وضعیت کودکان در افغانستان تا چه حد واقعی و نگران کننده است؟ بفرمایید. خب این فرضی بود که این گزارش ها تایید کردنم و فرضیه های که در مدت 2 سال ما در رسانه های مختلف، حتی یک بار با رسانه شما هم در مورد حقوق زنا و خشونت علیه زنا و خصوصا کودکان دختر ما عرض کرده بودیم. خب همچنان صندوق کودک های ملل متحد یا امو یونسیف در افغانستان میگه که 16 میلیون کودک در افغانستان سخت نیاز به کمک های بشری دارند. خب از او وقتی که طالبا در صحنه سیاسی و جغرافیایی افغانستان حاکم شده، طالبا قانون اساسی جمهوری اسلامی را منحل کردن و همچنان در سایه از قانون تمام قوانین عادی که از جمله قوانین منع خشونت یا حمایت از کودک ها بود، اونها را منحل کردن و فعلا یک وضعیتی در افغانستان در مدت 2 سال جریان داره که هیچ گونه حامی و هیچ گونه قدرتی مشروع یا حقوقی وجود نداره که از کودک ها در افغانستان حمایت بکنه و حقوق اساسی کودک ها را در افغانستان تامین بکنه. یک گزارش متاسفانه حقایقی را که در مدت 2 سال با حاکم شدن طالبان در افغانستان رخ داده ای را واقعیت بیان کرده و به این گزارش ما تصحیح میکنیم و حتی سطح خشونت علیه کودک ها و نبود قوانین اجرایی و حقوقی برای حمایت از کودک ها در افغانستان وجود نداره فعلا. بله، گفته می شود طالبان همه قوانین دوره جمهوریت در مورد کودکان را لغو کرده. اکنون این گروه بر اساس چه معیاری با ناقضین حقوق کودکان برخورد می کنه؟ بفرمایید. خب هیچ معیاری که فعلا بتانه اما حقوق انسانی و بشری کودکان را در افغانستان تامین بکنه وجود نداره. متاسفانه شواهد چندین رویدادی را در افغانستان بودیم که کودکان مورد تجاوز جنسی و مورد ازدواج های اجباری و حتی سایری از این مسائل قرار گرفتن، ولی هیچ گونه بازخواست حقوقی و بازخواستی که بتونه از حقوق کودک ها حمایت بکنه وجود نداشته. به طور مثال یک چند موردی را که فعلا طالبان در افغانستان را موسم میدانه و رویش کار میکنه این است که بعضی رویدادهایی که در افغانستان و هم بعضی میگم علیه کودک ها صورت میگیره یا جنایت های کودکی علیه کودک ها صورت میگیره، بر اساس امو جلسه علما یا یک شورای قومی میخواین ایره حل بکنه که واقعا یک بسیار درد بزرگی است که کودک ها را متاسفانه مصدوم میسازه هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ جسمی. فعلا هیچ گونه روند اساسی و قانونی که بتونه از حقوق کودک ها حمایت بکنه در افغانستان وجود نداره. بله، ممنونم. با تشکر از آقای مظاهر رئیس‌زاده که از آنکارا با ما همراه بودند.